بینندگان ارجمند، یک سری اخباری هست مربوط به مسائل اجتماعی که در واشنگتن بوده به طور کلی و مسائل مهمی بود که در این ارتباط چندی دقیقه 5-6 دقیقه با آقای مصلحی در این ارتباط ما صحبت خواهیم کرد و بهشون درود میگم و صبح بخیر آقای مصلحی. الو آقای مصلحی، آقای مصلحی منو داری؟ آقای مصلحی شما رو دارم، بهتون صبح بخیر میگم. بله بامداد شما هم خوش و بامداد همیهنان در جای جهان و شب هنگامشون در ایران خوش، در خدمتتون هستم. خیلی مشتاقم. اولا که به آقای مصلحی میدونید که این قضیه صحبت شما و بنده در ارتباط با وایس آف آمریکا و مسئله که در ارتباط با یک سری انتقادات و شکایت ها و اعتراضاتی بود که به وایس آف آمریکا بود و ایرادای درستی هم واقعا بود، کار بالاخره به کیهان ایران و کیهان شریعت مداری رسید. در این مورد شما مطلع شدید خودتون؟ بله، من مطلبی رو که کیهان لندن چهارشنبه 19 آبان ماه، نه بابا کیهان ایران قربون، نه لندن آقای مصلحی، بلکه ببخشید با پوزش کیهان شریعت مداری کیهان تهران، بله با خیلی پوزش مخواستم میشنم. بله اون مطلب رو من خوندم و مطلب جالب اینه که هیچ اعتراضی نکرده بودن، توضیحی نداده بودن در زمینه اینکه ما گفتیم که صدای آمریکا بودجه رو دولت آمریکا میده، مالیات دهنده آمریکایی میده و مدیرانش جمهوری اسلامی هستن. هیچ در این زمینه اعتراضی نکردن. خب من خودش گویای این هستش که تایید موقع تایید گذاشتن در آنچه که من دو هفته سخت پیش عنوان کردم. آقای مصلحی، بله با هم عنوان کردیم لطفا. آقای مصلحی اجازه بدید. صداتون خیلی بد میاد، لطفا دهان رو از میکروفون دور بگیرید خواهش میکنم، یه مقداری تمنا میکنم. بله الان چطور؟ من روی همین زمینه 17 نوامبر آقای کنت چیمرمن مقاله در واشنگتن تایمز نوشت و همین مسائل رو عنوان کرده که خود من بهشون خیلی کمک کردم در نوشتن این مطلب که ما هاست روش کار می کردیم. ایشون مرتبا در مورد کجدوی ها، ناهنجاری ها در بخش فارسی صدای آمریکا مطلب نوشتن و این مطلب اخیرشون رو حدود یک ماه پیش من با ذکر نام سید علی سجادی و اینکه پدرشون در دستگاه سید علی خامنه ای چه نقشی دارن، چه رولی دارن، قبلا معارف اسلامی در دانشگاه تهران تدریس میکردن و اینک رئیس آرشیو آقای خامنه ای هستن، 87 سال دارن. سید جعفر سجادی برادرشون هم رئیس قسمت ارز بانک مرکزی هستن. اینا اطلاعاتیش که دقیقه، ولی خب راجع به پدرشون در مطلب واشنگتن تایمز 17 نوامبر آقای سیمرمن آوردن. برای این ولی در مورد اون نامه‌ای که جنابالی اشاره فرمودید، آقای ترنت سانکس نماینده جمهوری خواه از اریزونا نوشتن و به امضای 69 نفر دیگر از حقوقدانان یعنی قانونگذاران نمایندگان مجلس از ایالت‌های مختلف اضافه بر خود ایشون شد 70 نفر، این نامه به آقای اوباما نوشته شد و توجه آقای اوباما رو جلب کردن که بایستی به حمایت از مردم ایران برخیزن و اینکه صدای آمریکا بایستی مورد بازرسی دقیق قرار بگیره. بله آقای مصلحی، بله اینو خواستم که اصلاحش بکنن که بما اینکه کیهان شریعت مداری نوشته که قرار است در لس آنجلس هم تجمع اعتراضی باشه، این رو من نمیدونم از کجا برگرفته بودن، ولی تجمع اعتراضی قرار بود که در واشنگتن انجام بشه و در همان روز سمپوزیومی در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن برگزار شد و سخنانی رانده شد که از بحث اینجا خارج هم و همه مسئله که در باشگاه مطبوعات عنوان شد این هستش که بایستی ما به مردم ایران کمک بکنیم که خودشون به پاخیزن و حکومت رو در دست بگیرن و گزینه حمله نظامی نیست، بلکه
آلترنتیو سوم هم گزینه سوم است که آقای دکتر اسد همایون و دیگران روش به اصطلاح کار کردن و این رو عنوان کردن و داریم در دم و دستگاه سیاست واشنگتن پیش میبریم. بله 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 خیلی خیلی متشکرم از توضیحتون آقای مصطفی عزیز. چه مطالب که خدمت همین حلال خواستم که عرض بکنم. خیلی لطف کردید، خیلی متشکرم. قطعا آنان در برابر دفتر حفاظت منافع هستیم برای سنگسار و اعدام و تجاوز و اعدام داریم اعتراض میکنیم. هر یک شنبه ما در دفتر برابر دفتر حفاظت منافع تجمع اعتراضی داریم. خیلی متشکرم. تنها جاییست که در آمریکا اعتراض میشه و نه در جاهای دیگه. در لس آنجلس هیچ خبری نیست، فقط در واشنگتن این تجمعات اعتراضی هر هفته برگزار میشه. خواستم اینو هم میهنان بدونم. خیلی خسته نباشید آقای مصطفی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم آقای مصطفی، روز بخیر.